سلام 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 همگی سلام زندگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام دوستان عزیز امروز خیلی روز مهمیه بگو چرا یکی اینکه من این آینه رو بهتون نشون بدم که خریدم اون رفتم با علی یه دونه استیتل بیرم دیرم دیر خودم بود داشتیم رد میشه دونیم زده استیتل بعد رفتیم توش اینا هی فیلم نگرفتم اینو دیدیم بعد هی من گفتم اینو بگیرم نگم خیلی چیز درست بود خیلی سنگین هم هست بعد گفتم بگیرم نگیرم بگیرم نگیرم بودم خب من الان هیچی مثلا هنوز نگرفتم از آینه که آدم شروع نمی کنه ولی یه چیز بود خیلی رفت مخم بعد نگرفت بعد اومدیم خونه دوباره چون میدونستم اینو فردا هستم با سارا دوباره گفتم فرداش بیا ببین یه دونه آینه من دیدم ببین خوبه اون یا نه رفتیم دیدیم زده امروز چون دیگه مثلا فقط اون دیگه روز دوم بود روز آخر گفت همه چی 50% آف دیگه من فکر نگرم گفتم اینو میگیرم فوقش اینو میگیرم تو توالت دیدم بالاخره اینو استفاده میکنم دیگه برای همین این جدیده که میخواستم بهتون نشون بدم و الان اینجا شنبه است و قراره کابینت‌های آشپزخونه توی این هفته که میاد برسه برای همین ما امروز آشپزخونه رو خالی میکنیم کامل به خاطر اینکه پس فردا دیگه شکیب میاد آشپزخونه رو خراب میکنه اون بلدی میکنه یک کابینت اومد وصل بشه و دیگه اینجاها رو بقیه باز میکنم چون دوباره باید ما از اون بر اثرکشی کنیم بیاییم این بر طریقه باز کردنش چیه؟ توضیح بدم اگه عزیزان بخوام ناخون رو بپا باید پایین بدی فکر کنم بزنی میدی پایین بعد بزنی یکی فکر کنم باید پایین بدی نه عزیزم بالا دو من میگم باید پایین بدی حالا بالا بود درست گفت میخواستم امتحانش کنم الان چقدر هندی منه اینو برداشتیم پلاستیک رو بعد از اینکه فیلمو شروع کنیم و ببینیم چقدر اینجا باز و خوب شد یعنی اصلا باز شده این دیواری که رفت این سقف بالا و اینا خدای خیلی من خوشحالم خلاصه که اینه فعلا سیستم ما دوباره مرحله بعد از خراب شدن آشپزخونه و اینا مدارد خب ببین اینجا رو که شما میبینین اونور همونیه که حالا بعدن اتفاق میفته ولی اینجا قراره میز نهار خوری رو بذاریم واسه همین حالا فعلا اینا رو گذاشتیم اینا رو شما ندیده بگیریم اینم که بار بود که رفت عقب دقیقا به اندازه همون چیزی که رو سخت میبینین رفته عقب حالا بعدن ها هر وقت اگه پیانو خریدیم میتونیم بذاریم اینجا و این قسمت هم که حالا با مبلای خودمون گذاشتم گوشه‌ها رو مرتب می‌کردم بعد فیلم می‌گرفتم ولی حالا فکر کردم که اینجا رو اینطوری مثلا یه دونه مبل حالا کوچیک‌تر از این اونجا بذارم دو تا هم صندلی اینور اونور یکم اینجا هم برای خودش یه مثلا جای نشستن جمع و جور میشه حالا این روبرور هم میتونم مثلا یه بوفه‌ای بذارم با یه دونه فکر کردم از این سامسونگ چیزا هست فریم تی وی ها که این تابلو میمونه ولی تلویزیونه که حالا اگه یه نفرم اینجا خواست بشینه تلویزیون ببینه بتونه ولی در حالت عادی شکل تابلو و اینا باشه جدیدی اینه چیه که پیدا کردیم اینه که خانم فندق کسی بود که هر کاریش هم میکردی این امکان نداشت تو خونه کاری کنه مثلا دستشوی کنه گیش کنه و اینا آخه از وقتی که ما شروع کردیم اینجا رو به مثلا کندن و فلان و اینا تا وقتی که اون بر بسته بود از این زیپا داشت مثلا هر وقت اگه حال نداشت بیاد صدا کنه که آره منو بعد ببریم بیرون من گیش دارم از زیر این
زیپه خودش رو رد میکرد، میرفت اونجا کارشو میکرد، بیست تر صدا چون بی سر صدا میرفت ما نمیفهمیم کی میره که مثلا دعواش کنیم. یکی دو دفعه که سر به زنگو گرفتیمش دعواش کردیم که نکنه فلان اینا، فایده نکرد. حالا که این بر رو بسته اون بر رو باز کرده میاد این بر، اصلا من نمیدونم مثلا میبریمش روزی 10 بار، مثلا حتی موقعهایی هم که در حالت عادی نباید بره میبریمش، میگیم کارتو بکن، میکنه، ولی باز میاد اینجا هم میکنه، نمیدونم چرا. امیدوارم فقط همینی باشه که مثلا چون اینجا الان شکل بیرونه این بچه مثلا یه ذره گیج شده، وگرنه اگه بخواد این روند رو ادامه بده که کلامون میره تو هم. کاری نداریم. خب ببین الان اینجا این سیستمیه که شما میبینی اینجا خب آشپزخونه بود، اینجا آیلند آشپزخونه بود و این سقفم که قراره خیلی قشنگتر از چیزی که هست بشه، به خاطر اینکه من این راهروهاشو گفتم حتما بهتون دوست داشتم. حالا اینا همه یه چیز صاف اینطوری میاد روش، فقط این سه تا بیم بزرگ میمونه ولی اونم باز حالا تغییر میکنه قشنگ میشه. این که فعلا از این طرف داستانه، یخچالو گذاشتیم اونجا که اینجا بود که فعلا بتونیم ازش استفاده کنیم و اینم که آشپزخونه است فعلا. اونجا رو میبینی، اون حالا نمیدونم اگه یادتونه یا نه، کابینت ها که تموم میشد بالا سرش همینجوری اونطوری میرفت عقب، یعنی سوراخ بود. من گفتم حالا کابینت های جدید که داره میاد دیگه کلن یه کاری بکنن که این دیواره ادامه پیدا کنه، یعنی اونجا رو ببنده که این صاف بشه بی خودی هی عقب و جلو نره. صدف چی کار داری میکنی؟ دارم برات عزیزم. اصلا من کف کردم این صحنه رو تو دستشویی. کار کنم. صدف امروز گفت میخوام عزیزم دوست داری بهت میمو بدم. گفتم آره حتما قربونت برم. گفت آره تو پلو پز میشه. من فکر کردم میخواد ببره تو این اتاق ماشین دستشویی. ولی اصلا آورده تو دستشویی. ولی خب اینجا خیلی اتفاقا جاش درسته، چون دقیقا اونورشون بده این بر آشپزخونه هم بوده دیگه. این چی آخه اگه میدونستم، خب میدونستم تو دستشویی میخوام. آخه من الان دستشویی دارم، میتونیم با هم کار کنیم، اتفاقا میتونیم الان با هم کار کنیم. بگیم درست دارم ما که این حرفا رو نداریم. درسته، چرا اینقدر احساس میکنم موقعی در اومدن یکم بهش فشار اومده. این مال شطور مرده اشتباه رو دیشت این چه نیم روی شد ولی خدایی با کمترین امکانات بیشترین بهره برداری مالی کرد ساده آفری مامان. حالا میتونین حدس بزنین که کدوم طرف مال منه، کدوم طرفش مال علیه. اون تیکه که نخدن اونش بیشتره واسه بون. اپتیت شام امشب با ما جی 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 جی. خواستم برات هنرنمایی کنم برش گردونم. تعدی که ماکارونی میشه دیگه. سه تا ذره سنگین رفتی همشه. ای بابا نکن، من میخوام برم دستشویی خفه میشم قربونت برم. بفرمایید. بریم آقا زنده باد. جی 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 جینگ. آقا کابینت ها اومد در این کامیون و دارن دونه دونه میبرن تو از اونجا. حالا احتمالا اونو میکنه شکی پلاستیک رو. Very very nice.
نشون بدم از آشپزخونه. حالا فعلا که الان همه چی این وسطه، ولی کارش داره پیش میره. و ما یه یعنی من یه برنامه‌ای داشتم که قبل از اینکه کارو شروع کنیم یه روز همه دوستا و آشناها و فامیل رو دعوت کنیم گند بزنیم به خونه، یعنی مثلا اینجاها رو نقاشی کنیم، کابینتا رو رنگ کنیم. بعد نشد متاسفانه. الان یهو به ذهنم رسید قبل از اینکه کابینتا بره روی این، علی میتونه فندقو بکشه. عکسش هم گذاشته اونجا. گفتم حالا صاحبای بعدی اگر خواستن اینجا رو دوباره ریمودل کنن، کابینتا رو که کندن سورپرایز شه. آره علی خیلی خوب میکشه کلا. بعد الان که رفتی سرکار علی کوبی رو چیز کن، تمرین کن. یکم گوشاش متاسفانه خرگوشی شد. هم نداره یه بوزو یاوری خودتون ببخشید. دومش علی دومه ای خوبونه سره تیداشم بکش. چی میگن؟ اون گوجه موهاشو و اینه دیگه مثلا. ولی نه بابا کجا خوب. اگه کسی تو پروژکت ها چیز خواست یه وقتی بکشه. من اصلا یادم رفته بودی نرگس ها رو بگیرم براتون آپدیت بدم ببین چه میکنن. ولی فقط اتفاقی که افتاد اینه که اینا اون نرگس هایی نیست که ما دنبالش بودیم. اینا رو بهش میگم پیپر وایت اینجا، ولی اون نرگس هایی که سایزش همونقدر بود ولی وسطش زرد بود سر چهار راه میفروختن و خیلی خوشبو بود، اینا اونا نیست. این خیلی بو میده ولی بوش به نظر من خیلی خوب نیست. ولی حالا فقط برای تجربه اگه میخواین مثلا شما هم سال دیگه بکارین، ببین توی این گلدون تمام اون پیازایی که من گذاشتم تو این و گذاشتم توی جای تاریک واسه دو هفته که ببینی چقدر بلند شدن. این یه دونه رو اون اولیش بود که نمیدونستم چیکار کنم، همینجوری گذاشتم تو این گلدونه از اول بیرون بود و اینا. قدش تقریبا نصف اون یکیاس. این که اینجا چقدر نرمه بذار ببینم. آره اون با هم کوتاه‌تره هم ساقش نرمتره، اینا هم بلندتره هم ساقش خیلی جوندارتر و سفت‌تره دیگه. اینم از تجربیات ما. آها قابت برد الان تا من دکمه اونو زدم. مثلا اصلا هم الان داشتی اذیت نمی کردی. خودت پاشو با زبون خوش بگو چی کار داشتی می کردی الان که الان خودتو زدی به مظلومیات. جون آهان آهان داشتی گزگزی می کردی، داشتی گزگزی می کردی. ببین نکن نو بایتینگ. آه آه کمی نو بایتینگ. فور نزد. گود بوی گود بوی گود بوی که گاز نمیگیره. آفرین آدم شد آدم شد. دوست هم میده باریک شد. آفرین بچی خود بچی خود. این چه شد؟ امروز اینجا خبره خوبیه، در واقع از دیروز شروع شد. حالا به اضافه این که کلی از کابینت ها وصل شده، این آیلند آشپزخونه وصل شده، البته چیزش مونده سنگ روش، ولی خیلی پیشرفت کرده. حالا الان بهتون نشون میدم. ولی پریروز چیزای آشپزخونم اومد، فر و گاز و نمیدونم مایکروویو و اینا، البته یخچال هنوز مونده. و حالا غیر از این که ما سورپرایز شدیم به خاطر اینکه زودتر از اون موقع اون مثلا تایمی که به ما گفته بودن رسید، اون هیچی، این که فردا مامان من یه مهمونی گرفته، تعداد مهمونام زیاده. بعد منم از قبل گفته بودم که من باقلوا درست میکنم میارم طبق معمول. بعد دیدم آره فر نداریم و حالا چی میشه و گفتم وسایلشو برمیدارم فوقش میبرم خونه سارا و وای آخه سخته و اینا. بعد که اینا اومد به شکیب گفتم شکیب
میشه این فرو فردا نصب کنی، یعنی دیروز که جمعه بود دیگه آخرین روز مثلا کاری این هفته بود، بعد گفت حالا ببینم و اینا. گفتم ببین اگه بس کنی هم من میتونم یک شنبه باقلوا درست کنم ببرم خونه مامانم اینا، هم تو که دوشنبه میای باقلوا داری دیگه. خلاصه وصل کرد، نه تنها فرو وصل کرد بلکه مایکروویو هم وصل کرد. در نتیجه ما امروز باقلوا پزون داریم برای اولین بار توی آشپزخونه نیمه کاره جدید در واقع، و اولین چیزیه که من خواهم توی این فری که هیچی ازش بلد نیستم هنوز بپزم، چون که دیگه آخرین چیزی هم بود که مثلا انجام شد دیروز. ما فقط دیشب یه این فری رو من و علی واسه نگاه میکردیم، این دکمهاشو میپیچونیم بودم چجوریه. فقط امیدوارم باقلواها خراب نشه، چون میخوام زیاد درست کنم، میخوام دو تا سینی درست کنم. من الان دارم حاضر میشم هم برای اینکه توی ولاگ برای شما خوشگل باشم که دیگه بسته هر چقدر منو با قیافه در بود آقون دیدین، و هم اینکه بعدش هم داری بیرون خونه خاله علی دیگه، گفتم یه تیرو دونشون بشه. خب گفتم قبل از اینکه اینجا بهتره، قبل از اینکه برم نتیجه نهایی آرایشو حداقل بهتون تو نور خوب نشون بدم و بریم به سمت باقلوا. این چیزو بردارم اول، اینجا رو میبینین تمام ظرفای، حالا تمام که اونجا اونایش که اینجا جا میشد گذاشتیم فعلا اینجا. اوه خوب شد اینو دیدم، الان تو ذهنم بود، چون اینو واسه خرد کردن پسته میخوام، همش تو فکرم بود که اینو کجا گذاشتم، گفتم حتما تو گاراژه، ولی خوب شد دیدم، وگرنه کلی وقتمون گرفته میشد. اینم پایه برای فیلم گرفتن. بزن بریم آشپزخونه. جی 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 جینگ، این شما و این آشپزخونه نصف کاره ما که دقیقاً اون چیزایی که احتیاجه رو فعلا داره، تا حالا بقیهشو احتمالاً در آینده زود فکر کنم این تموم بشه کارش، ولی فعلا حالا به اینجا رسیده. این چوبی که روی آیلندر روش سنگ میاد، بعد اون پایینش خب توکیک میاد، بغلا سنگ، خیلی یعنی کار حالا زیاده، ولی تا اینجاشو میتونین ببینین. من این رو بعد کار کنم و خب یکم چیزه، نمیدونم چه جوری میشه این روشو فکر کردم شاید مثلا بتونم سلفون بکشم، چیزی پنگ کنم، سلفون کارم رو میندازه، بوم بکنم و دیگه بزن بریم. میدونی چیه؟ بکنم این کار منطقی تره، من اصلا نمیدونم این چیه راستش و ما چرا اینو داریم، ولی به هر حال داریم. اینو کم میکنیم. سلام عزیزان، ببین شما اگه ولاگای قبلی دیده باشین پیشرفت رو میتونین حس کنین. یادتون ما اول اومدیم فندق یه پایه دست وایساده بود، ببین الان کم کم داریم ما، چون دقیقاً همین دیروز این قسمتی که علی داره میگه که میشه قسمت 13 از ولاگو پست کردیم، الان تو ذهن خودمون خیلی فرش، چون ادیت کردیم و دوباره نگاه کردیم اینا. حالا من لینکشو میذارم نگاه کنیم اگه ندیدین هنوز. اینجا چیکار می‌کنید پس اگه اونا رو ندیدین هنوز؟ آقا اتفاقی افتاد، صدف توی اتاقش تمامه، نشون داده. آره نشون داده، همه چیو با هم چیده، این هم اونجا گذاشته. الان هم گفتیدین که بیار اینو بیار. آقا این چسبیده بود به این قفل، خب من گفتن سنگینه دیگه، اینو بلند کردم این چسبیده، یه دفعه یه اینجوریش ببین، اگر این میافتاد من خودم مجبورم دار بزنم، چون تمام چینی های صدف اونجا بود. خدا شکر کلم که نگرفتی، گفتم دوتا یه دونه اونم گرفتی. خیلی بامزه است داستان، خودش رفته الان خرید، گفتم عزیزم دیروز من یکی گرفتم شما یکی بگیر، تو بده لازینه، تو مگه نرفتی الان؟ نه
اصلا تو چرا سوال منو با سوال جواب میدی؟ دیروز تو قرار بود از هر چیزی دو تا بخری. نه یه دونه. از هر چیزی یه دونه. یه دونه چون برنامه عوض شده بود. بعد گفتی چه عوضی شده؟ گفتی علی فیلو دو بعد دو تا می‌خواستم اومدم گفتم خب تو گفت گرفتی گفتم نه چون نداشت. ولی پسته و اینا برنامه یه دونه بود. کره یه دونه بود. بحثی نمی‌کنیم. نه ولی شما الان رفتی مغازه ایرانی؟ حالا من یادم رفت. من میگم من یادم رفت. نه نه ولی من نمیگم نگفته بودی. نه من مطمئنم که یه دونه. مطمئنم یه دونه بود. ولی that's fine. من گفتم فردا مهمون زیاد من بعد گفتم. حالا به نظر من میدونی چی؟ به نظر من به جنگ کردم بس کنی تو برو تسته بخر چون اگر هم نمیرسیم داری. بس فاین من میرم پسته رو میخرم 100%. به نظر من الان برو. ولی من یه دونه قرار بود بگیرم اومدم خونه یکی دیگه هم میخرم اومدم خونه برنامه دوتا شد خیلی خری همه تو کجا هستی تو؟ فکر کنم چیزا هم نداریم خیلی خوبی ده خیلی جالبه دیروز اینو گفت ما داریم گفت موری باره آره من فکر میکردم بستنی ها چی داری؟ شهر شلوغه بود دیگه ببینه که خوبه که ببین ببین یه جای دیگه هست الان کلن صدف داره خونه ریمادل میشه چون تو راه خریدن بسات خونه هست یه جا دیگه نه اونو بدی که آبیا داره دیدی من نمیدونستم آقا ما داریم هلی اوکی مرده یه دونه کره، یه دونه پسته شما کره از این مدل حتما میخواید چون اینو سیفه این پایی میدونم نه، هرچی هرچی کره باشه اوکی خب، یکی از واجبات موقعی که شما دارین باقلوا درست میکنین و هر کلن چیز شیرینی پزی من فهمیدم مثلا آشپزی نیست شما آشپزی رو میتونین یه چیزشو کم کنی یه چیزشو زیاد کنی و اینا ولی شیرینی پزی رو مخصوصا باقلوا رو شما حتما باید از روی اون دستوری که میخواید مثلا از روش پیش بری دقیق پیش بری بچه من خودم میدونین دیگه چون دستورشو گذاشتم توی کانالم خودم با بدبختی و اینا به این رسپی رسیدم که دیگه واقعا به نظرم همه چیش پرفکته و خب بعدم هر روزم که باقلوا درست نمی کنه که دقیقا اندازه های اینا یادش بمونه من خودم همیشه میرم توی از رو ویدیوی خودم درست میکنم اندازه ها رو سه برابر میکنم به خاطر اینکه این قدری که من این تو درست کردم ولی بسیار مطمئنشم آره یه دونه از این چیز کوچیکتر است تقریبا نصف مثلا دو سوم اینه دو سوم اینه حالا ما گاز نداریم یه حرف نزن وای ما گاز نداریم اوه میتونم ببرم بیرون اوکی میذارم بیرون دیگه انقدرم زرد شده نمیدونی اصلا یخ بندون امروز تگرگی میومد که اصلا از تصور خارج بود خب ندارم بیرون دیگه سوزه به قول معروف پیر زن کش میاد این آبی که من این تو ریختم آب جوش بوده این که اصلا هیچ تغییری نکرده روی این شعله و یه دونه اینجوری بم نمی کنه چون میگم هوا سرده من نمیدونم این مثلا به جایی برسه یعنی کل تایمی که اصلا این بعد رو گاز می بود گذشت و هنوز اصلا جوش هم نیومده یه کار دیگه که میتونم بکنم اینه که ببرم اینو بریزم تو پلوپز چون پلوپز داغه دیگه آره اون فکر کنم بهتره مثلا این رو هست این پلوپز رو برداریم بریزم اون تو
جوش بیاد. علی هم چقدر طول داد. بچه‌ها فعلا با همین تستر شروع میکنم، حالا بعد دوباره فوقش خورد میکنم دیگه. علی موازه باش میاد جلو پاتا نگاه کنی که با اون نفره نفره. ما عجله هم نداریم مثلی، یعنی هفتم بگیم اوکی. اه واقعا میگیم آره من صحبت کردم با عزیزم. عوامل با عوامل پشت پرده علی صحبت کرده. عجله عجله نکن. داشتم میگفتم که خدا کنه مهمونای فردا نبینن این مراحل باقلب و پزی ما رو. من چیکار کنم؟ تو هیچ، یکم به من محبت کن. شور مثل فرض کن نه یکی مثلا تو طبیعت ها اینا آشپزی میکنن دیگه، کل طبیعت رو که زده و فونی میکنن. اینم تقریبا همون سیستمش. ای بابا من اگه اینو یاد میگرفتم میگه کدوم مرید. دفته میدونی از بالا آدم یکم کنترل رو قدرت داره، وقتی از بغلی راحت تره. بردم جه اون که حالش خوبه، این هم که خوبه. بریم برد یک سوم سه برابرش میشه. آقا اجازه هلم نکن، دست و پامو گم نکن. آقا اجازه الان میگم، زودتون سری جواب میدم. علی سه تا یک سوم چقدر میشه؟ 75 سه تا یک سوم میشه یک. ها او آره دیگه باز ها درسته. سه تا یک سوم میشه یک. یک نمیتونه بشه، چرا باید یک بشه؟ من میگم نه یک. اوکی خب آقا آماده این؟ من اولین بار دارم چیزی توی من. فقط امیدوارم این نپره و نمیدونم گند نزنه و همین که اینو گفتم به ذهنم رسید خب میتونم روش در بزنم. میتونم ببینم اگه خواستی وقت بکنه. بری بری بود. خب اینم از کره ما. اون چیزه رو دیگه فکر کنم خاموشش کنم، شهدو، چون خیلی از اون تایم مغزم زیاده مونده، با اینکه هنوز خیلی مایه است. میرسیم به قسمت هیجان انگیز قضیه، به اون قسمتی که در واقع حس میکنی داری یه کاری میکنی. خوبه اینجا چون در حال بنایه میتونی آشغالا رو همجوری بگیری بزنی. وای نه چقدر سنگینه. اوکی خب اینو ما علی بیا بیا چی؟ این چیزه که به این نمیخوره. چی شده؟
خب یعنی چیزی نیست. من اونا رو کجاش بذارم آخه؟ بقیه چیزاش کجاست همینا؟ خب این چیه؟ این میره روی این نمیره؟ من فکر کنم اون میره رو زمین. اوکی سینیه نمیره اون تو؟ نه کوچیکه. اونا؟ آخه نمیشه باشه چیزی. نمیچسبه اون یه چیزی که فکر کنم رو زمین میذاری؟ اینجا میذاری؟ آره ولی آخه خب حالا بذاریم این چیه؟ اینه سینیش. نه من سینی نمیخوام از همینه میخوام. اوکی بذاریم تو اینو شاید بعد زیر همه اینا بذاری؟ ببین یه چیزی دیگه ای بود تو این من دیدم این همه زیریشه دیگه جر زیری ها. نه اینجا یه چیز هم داشته دیگه چیز دیگه نیست؟ بیا یعنی ببین ترسیدم. این مال اینه بکنم این مال مایکروویو بذار باز کن. آخه این داره خودشو دو تا شاد بذار. نه این مال اینه ولی احتمالاً مثلا یه سیستم دیگه ایه. حالا سیستمشو باید به ما یاد اینجوری ببین. آها اینجا یه چیزی میذاری آبش میره اینجا جمع میشه. عزیزم ببین کبابو میذاری این رو آبش هم اون زیر برات جمع میکنه. علمه دیگه علم. کاش که ما وقت داشتیم که من اون کلاسشون رو برمی داشتم بعد شروع می کردم اینو چیز کردم خسته شدم. پروفینگ دو یعنی چی؟ پروفینگ دو که یعنی خمیر ولی پروفینگ یعنی چی؟ پوف کردن؟ دو او پوف کردن پروفینگ پروفینگ also called پروفینگ میگه از بالا بزنه یک سوم از پایین بزنه کل بالا رو بزنه یک سوم از بالا بزنه کل پایینم بزنه کلن فقط از پایین بزنه. خب ما اینو میخواییم هم از پایین بزنه هم هوا بده. ایول خب اینو ما میخواییم. بری بود رو 350. حالا بذار فعلا گرم شه ولی اونش هم داره میچرخه. اوکی خب شد خیالم راحت شد. وای سرس گرفته بودم. خب یه دکمه ساده که مثلا خودت بزنی این فقط چی بشه. اوکی این الان خوش میشه. پایین برم میذاریم رو 40 دقیقه. 40 دقیقه خب من تو این فاصله رفتم لباسامو عوض کردم دیگه حاضر شد. ای خدا من قربون اون سر تو برم آخه بچه. رفتم لباسامو عوض کردم که فقط این دیگه آماده شد 13 دقیقش مونده. سری شیرهشو بریزم و بریم. حالانم این چیزه رو گذاشتم براتون فیلم بگیره از پروسه و نمیدونم این دست چپیش یه ذره داره بیشتر میپزه احساس میکنم.
دلت بلدش خودش یه دونه. خب الان روز بعده و ما اینجا دستندرکاران عزیز رو داریم. مامان برو باتم آشپزخونه تو رو. مامان من میدونی چیکار کرد؟ یه دونه گاز گذاشت تو گاراژ خونه شون و وقتی که مهمون داره میخواد غذا درست کنه این درست میکنه که بوش تو خونه نیاد. ببین چه کاره. و یه دونم یخچال گذاشت اینجا. حالا ما داریم ایده میگیریم واسه یه هزار سال دیگه. خاله میترا رو شما بعداً باهاشون بیشتر آشنا خواهید شد، چون من قول گرفتم که وقتی آشپزخونه ما درست شد از ایشون به عنوان آشپز مهمان توی ویدیوهای آشپزی استفاده کنیم. نمیخوام لو بدم ولی بعداً میفهمیم چرا خاله میترا، چرا مثلا یکی دیگه نه. یه جوری بهتون بگم که دیگه آوازش الان توی کل این منطقه اینجا که ما زندگی میکنیم پیچیده آوازه دست پخته ایشون. خلاصه الان هم که همه مشغول کارن، حالا میز که آره میخوام برم. میگی میخوای بری از میز فیلم بگیری الان برو؟ نه نه نگو، بفرما یه دقیقه صبر. خب این اتفاق خونه مامانم اینا یک بار در سال میفته که برانچ پارتیه. خب خیلی چی میگن، یه چیزی بین صبحونه و نهار مفصل. اینا زبونه، اون حلیمه، این عدس، نه این لوبیاه، این چیه؟ او این پاچه هست. این پاچه هست؟ این پاچه هست. پاچه، اونم عدس. این زبون، اون چیه؟ میخوای حیبو وقتی مون تموم شد روی که بذاری؟ آره خلاصه بقیه هم تو حیات در حال چیزن. خب متاسفانه یه مشکلی پیش اومد و یارو چه مشکلی شدیم؟ من برم اینو ببین یارو رو گریت کنم. برو برو عزیزم بیا. ما یه مشکلی پیش اومد و مجبور شدیم زنگ بزنیم به 911 چون که یکی از اعضای خانواده یکم حالشون بد شد و چی؟ I'm vlogging you guys. You, is that, are you recording us? I'm recording me. Yeah. Okay. Why not? It's not illegal. It's our house and this is a public place, so I can do whatever I want. Just so you know. Can I ask? چی شد؟ میگه که داری ما رو فیلم میگیری. نه نه نه. گفتم نه. نه تو یا. نه خوبه خودش بهتر خودش. ولی آره. قضیه منه. اینقدر دلم واسش تنگ شده دیگه که ما باید نه بابا ما باید یه دفعه داستان آشنایی من و علی رو که تعریف کنیم. اگه من گفتم مهسا که دختر دایی مامانمه ایشونه که شیرین که ای سلام چطوری؟ بفرمایید ما یه ذره یه چیزی شد نه چی؟ آره خلاصه حالا بعدا براتون تعریف میکنم. ولی الان ما اینجا وایسادیم منتظر آمبولانس. این اونم آتش نشانی 23 سالش بود. نه 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 آی بازن فیک آیدی نه ملیسا بود. ملیسا با فیک آیدی رفت تو کلاب ولی من با آیدی واقعی خودم چون من جولای شده بودم. آره ملیسا چیز نگیم با فیک آیدی رفت. کنسل کردی؟ آره گفتش زنگ گفتش کنسل میکنه. آخه ما اول یه دونه متاسفانه تلفات داشتیم بعد یکی دیگه به خاطر اون حالش بد شد. حالا میخوام بگم کی بود ولی اون یکی الان حالش خوبه. منم بودم اول کسی که فهمید من بودم. خانم آقایان مزراتی مال منه. من چی شد اصلا؟ چی نشسته قضاش جلوشه این قضاش هیچ وقت جلوش نمیذاره. یه دفعه دارم چی نشسته چشم اینکتو ورده چون سانگلاس. اوکی من سانگلاس رو گذاشتم کسی من نشناسه. But I think hopefully فکر کنم اوکیه. شاید ما یکم از سکته و اینا ترسیدیم به خاطر سن و اینا ولی فکر کنم اوکیه. So, we are not worried at this time, so you guys don't be worried. Eschul, 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 Heer. Everything is going to be okay. We canceled the second ambulance too. Are, two ambulances. Let's go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Oh my God.
از دایی نگید، دایی رو بلر کن. خودش اومد تو دایی رو بلر کن. دایی رو بلر کن. میگه هر چی ساختی باید به من چیز کنید. آره، من چیز دایی رو بلر کن. علی خیلی نگرانه. اصلا قضا گلوش پایین نمیره این بچه. سارا هم مثل که چشش یکی از این آقا رو گرفته. تو شهر دیگه رو بخره یه چشش. میگم به سارا تو قش کن. من فیلم نمیخوام بیارم، میخوام برم قدوش بایستم. آقا فیلم برداریه. من میخوام این آره. کنر اوه سانا اکسی زیک زیپ ناوود ده پروکه دن اکسی پنیسی نیو 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 عزیزم سلام. آره من یکی مثلا که ناخونک زده یه بیزنس دیگه درست کنم. میتونم سفارش بگیرم؟ آره جان they're so good. بیا البته ببخشید ما چون تستم بود همونطور من سیستم خلال پسته روش بریزم. خب اینقدر خوشمزن. حالا اون میشه قیافش قشنگیه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. نوشه جان یه آپدیتی بهتون بدم از مصدوم مورد نظر. الان از آخرین باری که شما منو دیدین یه چیزی حدود 4-5 ساعت میگذره و ما هنوز اینجایی. من آماده شده بودم دیگه چیزم خوشه بودم که بریم، ولی چون آمبولانس که اومد بردنشون بیمارستان و دخترشون هم باهاشون رفت، الان تازه برگشتن. چی شد ملیسا؟ نگفتن چی بود؟ آه ولی الان خوبه دیگه. دیگه خوب شد دیگه. اوکی. به هر حال جای نگرانی. پوستش قاب اومده زیره. بریم مام بزنیم. آره خلاصه جای نگرانی نیست، همه چی خوب پیش رفت، از بیمارستان برگشتن و ما هم دیگه انقدر خوردیم ما اصلا چشام باز نمیشه. میگن مستی بعد از غذا، الان اون حالت ما داریم. خلاصه دیگه باقلوا هم یه آپدیتی بهتون بدم، جاتون خالی تموم شد، تهش هم دستمال کشیده شد و همه تعریف کردن گفتن چقدر خوب شد. در نتیجه دیگه چی میگن، خیالم راحت شد از این فره. باقلوا هم توش در میاد و بگو بله ما هر جا میریم لباسای پلوخوری میپوشیم. میگه دکتره بهش برگشته گفته چه خبر بوده اینجا، گفته مثلا برای برانچ مهمونی بوده، گفته چقدر شیک کرده بودیم. خلاصه دیگه آقا همین، بریم ما میریم و شما رو تو یک ولاگ دیگه میبینیم تو قسمت بعدی. خدا حافظ.